صبح زود عیسی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند، مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ اگه جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به کاخ برگشت و از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ آیا این نظر خود توست؟ یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را نزد من آوردن. چه کردی؟ پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. نه، پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پس تو پادشاه هستی؟ همانطور که میگویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود. راستی چیست؟ پیلاتوس باز نزد یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، اما طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد کنم؟ همه فریاد برآوردند که باراباس را به ما بده! باراباس! باراباس را آزاد کن! باراباس یک راهزن بود.